در شلوغی صبح زود 29 مارس سال 2010 دو انفجار مهیب با فاصله 40 دقیقه دو ایستگاه مهم متروی مسکو را لرزاند. در عملیات دو زن بمبگذار انتحاری دست کم 40 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. در حالی که در ساعت اولیه صبح 500 هزار نفر از متروی مسکو استفاده می‌کنند، مقامات روسیه این حمله را مرگبارترین حمله تروریستی از سال 2004 توصیف کردند. بمبگذار انتحاری 24 ژانویه 2011 در فرودگاه بین‌المللی واقع در شرق مسکو 35 کشته و 160 زخمی به جا گذاشت. مقامات روسیه پس از تحقیقات در منطقه چچن گفتند مرتکبان دستگیر و پس از محاکمه به حبس ابد و 10 سال زندان محکوم شدند. و سال 2013 با دست کم 4 حمله مهم تروریستی سالی مرگبار برای روسیه بود. در حمله 29 دسامبر در ترمینال مسافربری ولگاگراد 17 تن کشته و 10 ها نفر زخمی شدند. حمله انتحاری روز بعد در یک اتوبوس موجب کشته شدن 14 تن و 28 زخمی به جا گذاشت. این حملات درست یک ماه پیش از برگزاری المپیک زمستانی سوچی روسیه را با چالش امنیتی بزرگی روبرو کرد. در ماه‌های اخیر مقام‌های روسیه از کشف چندین بمبگذاری خبر دادند. دسامبر گذشته یک عملیات گسترده به دستگیری 6 تن از جمله 4 عضو داعش و مصادره مهمات و تسلیحات پیشرفته منجر شد. ماه نوامبر نیز مقامات امنیتی از خونسا کردن نقشه بمبگذاری در مسکو و سن پترزبورگ گزارش دادند.